است که در امی آزادی نام او هم به چشم میخورد. اما صحبتی است که فاصله زمان حیات مولانا باحث بیشتر از 37 یا 38 سال عمر نکرد. متولد سال 1320 است و در سال 1357 هم به درجه رفیع شهادت نائل آمد. اما صحبتی است که 37 سال عمرش را چگونه گذرانید و برای چی؟ خب من بیشتر روی تاکید نمی کنم، چون مهمانای ما مطالب دارند که اونا این مسئله را خدمت شما به عرض برسانند. اما یک نکته که برای من راستی قابل یادآوری هست که یادآوری شوم، ای که در سال 1348 28 سال یک جوان 28 ساله بود، اما با او همه سنش به جای مسائل شخصی زندگی خود احساسات قوی انقلابی و شعور سیاسی در سر داره و آدم است با استعداد، میره روانه زندان میشه و این زندان زندان است که زندان افتخار است که اولین بار در دوران سیاسی زندگی خود مولانا باحث به اسارت میره. خب در خود زندان هم شما میدانین که گاه ناگاه خود زندان ها هم شرایط به بار میارد که در اونجا آدم ساخته میشه، در اونجا بزرگان دیگری هستند که به جایی که رنج زندان ببرن در زندان ساخته میشد. من چند تا مهمان در برنامه مختلف داشتم، بارهای بار که گفتن از فیض زندان فلانی به فلان مقام رسید. یعنی خوش به حال سعادت اونایی که زندانهای ما را دانشگاه میسازن و اونجا را مهد سنگر میسازن حتی زندانه. مولانا باحث هم یکی از او چهره های عزیز و گرامی بود. خب من فکر میکنم که همکارم جناب استاد باختری را روی لین تلفن برای ما دارن و پای صحبت های جناب استاد باختری می نشینیم و مطالب از جنابشان می شنویم. اما قبل از تا زمانی که جناب استاد روی لین تلفن همکار ما بیاره، خدمت شما عرض بکنم که این برنامه تا ساعت 8 شب ادامه داره و جناب آقای رحمت الله بیژنپور در نروژ زندگی میکنند. از ایشان خواستم که اگر شب از قبل صحبت ها شما رو ثبت بکنیم، اما ایشان با کمال جوانمردی و دلیری گفتن نه خیر، من میخوایم که به صورت لایف زنده صحبت بکنم و امشب رو جناب آقای بیژنپور بیدار تا صبح به انتظار این برنامه بیداری میکشن. خب ما جناب استاد روی لین تلفن داریم. جناب استاد عرض سلام ادب خدمت شما دارم. سلام جناب آقای مددی، ممنون از شما که بازم لطف کردین و امشب ما و بیننده های ما را با مطالب در مقام شادروان شهید مولانا بهرالدین باعث مطالب از شما میشنویم. شما سلامت باشین، سپاسگزار استم از تنظیم برنامه. شهید زنده یاد جناب بهرالدین باعث بدون گزافه در میان روشنفکران افغانستان از مردان استثنایی بود، هم از علوم اسلامی که عرصه تحصیلش بود آگاهی عمیق داشت، هم از ادبیات عرب و ادبیات زبان فارسی دری و تاریخ و جامعه شناسی و دبستانهای فلسفی جدید باختر زمین. بله، او یک بخش از حکمت اسلامی را از محضر مرحوم مولانا محمد سلیم راقی که طغرا تخلص داشت، و باید بگوییم که مردی چون علامه صلاح الدین سلجوقی این مرد را علامه طغرا خطاب میکرد فرا گرفته بود. درباره این مرد فرهیخته دیگر یعنی علامه طغرا
باید گفت که او از نوادر روزگار بود که در فهم فلسفه یونانی و حکمت اسلامی جایگاه بس بلند داشت و سخنور و به دلشناس بسیار دقیقیاب و بسیار عمیق بود. تا جایی که بیاد بنده مانده، شادروان باعث در سالهای نوجوانی خود علاقمند سرودن شعر هم بوده و بعضی از نمونه های شعرش در شماره های بسیار بسیار سالهای پیش مجله پیام حق چاپ شده. بله. اما بعد ترجیح داد که علاقمند شعر باشه و گرایش بسیار زیاد به طرف شاهنامه فردوسی و کلیات سعدی و خاقانی خمسه نظامی و حافظ داشت و به ابوالمعانی بیدل احترام و ارادت بسیار خاصی بود که به گمان من سرمنشه ارادت و احترام شادروان باعث به حضرت ابوالمعانی بیدل درک محضر علامه طغرا باشه. بله. مرحوم باعث در میان سخنوران کهن عرب به متنبی بسیار علاقه داشت و همچنان شعرهای دراز دامانی از ابو نواس را در حافظه داشت و باز هم تا جایی که به یاد ما مانده نمیدانم متون کامل کتابها یا بخشهای از کتابهای مهم عبدالقاهر جرجانی را که در زمینه علوم بلاغت نوشته مرور کرده بود و در سالهای آخر زندگی بسیار علاقمند این بود که آثار خاورشناسان را هم با دقت و بینش منتقدانه مطالعه کنه. یک مسئله دیگر هم باید تذکر بتم خدمت شما و بینندگان گرامی که دامان وجدان علمی روانشاد باعث خلاف آنچه ادعی گمان بردند از هر نوع آلایش تنگ نظری تعصب تفوق جویی پاک بود. بله. او به مثابه یک وطنخواه آتشین به ام اقوام افغانستان و فرهنگ آنها حرمت می نهاد. اما باید افزود که مخالف جدی فرهنگ تقصدایی بود و تعدد اقوام زبانها و فرهنگها و تأثیر آنها را بر یک دیگر یک پدیده مثبت می دانست، نه امری موجب انشقاق و افتراق. از شما خیلی معذرت میخوایم. خواهش میکنم. ما به آقای مدنی که خواهش میکنم همی امشب احساس تنگی نفس میکنم، نمیدونم چرا. بله. بله. و یک سخن خود با یک چند بیت به پایان میرسانم. بله استاد. سالها پیش دوست گرامی بنده و شاعر و ادیب نامور کشور جناب احمد ضیاء رفعت در باره مرحوم باعث پرسش هایی داشتن که با بنده در میان گذاشتند. بله. و در امان روزها در واز که زادگاه باعث شهید هست به شدت بمبارد شده بود. ما چند بیتی نوشتیم و در اینجا اشاره هایی به شهید باعث است امیر به خدمت شما و بینندگان و شنوندگان گرامی تقدیم میکنم. بزرگوار هستین استاد، میشنیم. بیا نشیمن شهباز را به گریه نشینیم، ستیغ و صخره درواز را به گریه نشینیم، لباس سوگ بپوشیم چون بنفشه در این